به خدا قسم که مرگ برای من شیرین تر از عسل است. پسر جان؟ بله. شناسنامه، برگه اعزام. چی شد؟ گمش کردم. بلند شو و دنبال ما بیا. من باید برم جبهه. باید حداقل 15 سال داشته باشی. من باید برم جبهه. من زحمت زیادی کشیدم تا به اینجا رسیدم. شما نمیتونید جلوی منو بگیرید. من باید برم و با دشمن بجنگم برادر. به موقعش نوبت تو هم میرسه. حسین هرچه سعی کرد نتوانست مسئول اعزام نیرو را متقاعد کند. آنها تصمیم گرفتند او را با اولین ماشینی که عازم تهران بود جای کنند. خدا نگهدار. یا علی. مونده بود که یه بی زبون رو برات قربونی کنم. چند روزی میشه که ازش خبر نداریم برادر. آج آقا از کجا میدونی که رفته جبهه؟ حالا نمیشه شما بیسیم بزنی، شاید پیداش بشه. اسمش چیه؟ محمد حسین فهمیده. خب چند سرشه؟ چی پوشیده؟ لباس معمولی، الان خاطرم نیست چی پوشیده. برادر من، اینطوری که نمیشه کسی رو پیدا کرد. عکسی چیزی ازش نداری؟ بفرمایید. آره، قیافش خیلی آشناست. خیلی دیدمش. خب اینم یه رستوران حسابی. پیادش رو که حسابی گشتمونه. چیه؟ کاری داشتی؟ نه. پس اینجا وانایسا، بابام خیلی عصبانیه. علی؟ بله. اون جغجغه رو بده من. بگی بابا. ببینم کلاس چندم؟ میخوای چی کار کنی؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. پنجم. ببینم تهران میریم، منم باهاتون بیام. دیگه حوصله این آقا رو ندارم. آی بیا دیگه، بیا. اون کیه؟ داداشته؟ نه بابا، قراره منو تحویل خانوادم بده. چه جالب، یکی بر میگرده یکی میره جبهه. آی پهلوون بیا که دیر شد بابا. الان میام. خب گفتی تهران نمیری؟ نه میریم جبهه. خب پهلوون بگو ببینم چی دوست داری واسه بگیرم. هیچی فرقی نمیکنه. برو تو، برو تو. بخور، از دهن افتاد. پس چرا غذاتو نمیخوری؟ گرسنم نیست. هر بار که میام یکی دو نفر مسافر تهران دارم. ولی من میخوام برم جبهه. بزرگ شدی میری، فعلا بچه ای. حالا بهت نشون میدم کی بچه هست. آی دلم. چیزه
اونجاست، اون پشت. ملت قهرمان ایران، به اطلاعی که امکتون به دست ما رسیده توجه فرمایید. فرزندگان اسلام عملیات جدیدی را با یاری حق آغاز کرد. خدا به همراه. حاج آقا ببخشید، یه پسر بچه 12-13 ساله این طرف رو ندیدی؟ چی کارش داری؟ امانت بود حاج آقا، بدبخت شدم، به هوای دل درد رفت دیگه نیومد. اون رفت با کی؟ با اون کامیون نارنجی. ای خدا خیرت بده، زودتر بگو. اونا حق دارن چون وطنشون در خطر. یه کامیون نارنجی، کامیون نارنجی. سلام آج آقا. این جوونایی که من میبینم کسی نمیتونه جلو درشون باشه. سلام عرض کردم آج آقا، من از جبهه اومدم. سلام علیکم. میدونم باقیشو نمیخواد بگید، برو تو حسین. پسر شیطونیه، بیشتر مواظبش باشید. خودم هم موندم نمیدونم چی کار کنم. به هر حال زحمت کشیدی، بفرمایین تو چایی چیزی میل کن. حسین پسرم، کجا رفته بودی مادر؟ حسین کجاست؟ رفته بیرون. کجا؟ بر میگرده، رفته دنبال زهرا. چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن. میخواستم بگم که نمیای داداش؟ جعفر هم کلاسیم داره میاد، تو برو من بعدم میام. کجا میخوای بری؟ مامان گفته تنهات نذاره. نترس، قول میدم فرار نکنم، تو برو منم میام. پس من رفتم، زود بیایا. بابا سلام رزمنده، تو کجا؟ اینجا کجا؟ تا دوستایی مثل تو دارم جام همینجا. خودت تحمل نداشتی. تو هم تو این موقعیت از آدم چه چیزایی میخوای؟ تحمل؟ پسر جون دشمن داره میاد تو خاک ما، بعد تو از من میخوای تحمل بکنم؟ به هر حال تقصیر من نبود. پارتی داشتی یا نگفتی؟ خب صبر نداشتی، تا یه بار گفت نه جا زدی. اگه میموندی میشد. ببینم حالا چی کار میتونی بکنی؟ نمیدونم. کی میریم پیش حاجی؟ همین حالا. حالا؟ مگه نگفتی دشمن داره میاد؟ حقا که دوست خودمی. مگه نگفتم با هم بیان خونه؟ چرا تنهاش گذاشتی؟ آخه تا کرج نرفتیم این وضع ادامه داره. زهرا دخترم، مگه هنوز نیومده؟ اومد، قول داده بود که میاد. سلام داداش. من از دست تو چی کار باید بکنم؟ رفته بودم نون بخرم ماما. اگه ما نون نخواییم به کی باید بگیم؟ حسین جان دست از این کارات بردار بابا. خدایا کمکم کن، نمیدونم چی کار کنم. مثلا قرار بود جعفر بیاد بریم پیش حاجی. حسین جون ما رفتنی شدیم. ده کجا؟ رفتنم جور شد، خدا به جا
مگه قول ندادی با هم دیگه بریم؟ کار تو هم جور میشه، قصه نخور. خدافظ. چرا تنها بی معرفت؟ قبلا پسرتون در کدوم مدرسه مشغول تحصیل بوده؟ قبلا قم بودیم آقا. از مادرت سوال کردم. آقای مدیر، خودم بزرگ شدم، میتونم جواب سوالای شما رو بدم. معدل سال قبلش چند شده؟ 18.5 آقا. نام و نام خانوادگی. محمد حسین فهمیده. نام پدر؟ علی. بگید کوچولو بده من خسرو. بچه‌ها خواهش می‌کنم، عزیز بخونید تا کتابمو بده خسرو. خواهش می‌کنم کتابمو بده. آماده یز یز بده 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 اگه کتاب میخواد بپه. خیلی ممنونم. ببینم آقا کی باشن بازی ما رو خراب کردن؟ یه بنده خدا. به این نمیگن بازی، به این میگن مردم آزاری. ولی فکر نمیکنم به شما ارتباطی داشته باشه که ما چی کار میکنه. خوبم ارتباط داره، این برادرمه و من اجازه نمیدم که اونو اذیت کنین. حالا فهمیدین؟ جدی نمیدونستم که جواد آقا برادری هم داره. عجب، پس معلوم شد که ما هم یه پسرخاله دیگه داریم. بچه ها بگیریم بشینین، آقا معلم داره میاد. بشینیم بابا. برپا. بفرمایید. خواهش میکنم بچه ها، قبل از هر چیز میخواستم بگم که یه دوست جدید براتون آوردم. آقا میخواستم بگم اگه ما این مهمون ناخونده رو نخواهیم کیو باید ببینیم؟ کافیه دیگه خلیل، بس کن، خوشمزه بازیام در نیار. حسین بلندشو خودتو برای ما معرفی کن. محمد حسین فهمیده است. چرا با آقای مدیری نمیگی؟ چند بار گفتی ولی هیچ کاری نکرد. بازم روبرو وایسادم، اصلا به روی خودم نیار. کجا با شما کار داریم؟ سلامت کو، بازم که سلامتو خوردی؟ سلام مامان، حسینه. یا امام حسین. احمدی؟ حاضر. بابایی؟ حاضر. خانزاده؟ حاضر. ندیمی؟ بچه این دو نفر کجا هستن؟ آقا اجازه، فکر کنم رفتن گل بچینن یا حتما رفتن سینما. خرید خجالت بکش. بفرمایید. سلام آقا. سلام، چرا دیر اومدی؟ نگفتم رفتن سینما، فیلمش هم حتما جنگی بوده. شرم‌آوره. راستش آقا همش به خاطر من بود. روز اول که حسین اومد توی این مدرسه سر من با بچه ها دعوا شد. اونا هم چند وقته که هی میخوان مثلا روی ما رو کم کنن و حسابمون رو برسن.
دیروزم بعد از مدرسه چند نفری ریختن سر حسین و حسابی زدنش. منم طاقت نیاوردم، رفتم که ازش دفاع کنم. خب اونا چند نفر بودن و ما دو نفر، ولی باور کنین از اینکه باهاشون دعوا کردیم ناراحت نیستم، چون حسین دوست خوب منه آقا، خیلی مرده آقای معلم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علیکم. لفتش نده میپره ها. به خبری که همکنون به دستمان رسیده است توجه فرمایید. به گزارش خبرنگار ما، شب گذشته مزدوران بعثی عراق با یورش وحشیانه خود به بخش دیگری از مناطق مسکونی میپرد. چه خبرته حسین؟ حواست کجاست؟ ببخشید بابا، من حالم خوب نیست، میتونم برم خونه؟ باشه، برو بابا جان، برو. داوود راست میگفت که نمیشه رو تو حساب کرد. کبوتر رو بده ما. این کبوتر زخمی شده، از بالش داره خون میاد. بله من زدمش. شما اشتباه کردین، برین دنبال کارتون. نمیتونم این کبوتره که به من پناه آورده به شما بدم. برین دنبال کارتون. خوش باهات. هیچی، شلوغش نکن. یه تیر داشت میرفت خورد به من. برو لوس نشو. ای حیوانکی چه شده؟ کجا میری جوون این وقت شب؟ اینجا چی کار میکنی؟ الان کسی نیست. مگه میشه در خونه خدا هم بسته باشه؟ در خونه خدا بسته باشه؟ نه جوون، در خونه خدا همیشه بازه. اصلا خونه خدا درد نداره. برو قبول باشه انشالله. ما رو فراموش نکن. خدایا، خداوندا، میدونی ازت چی میخوام، خودت کمکم کن. خدایا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چطوری این پسر رو نگه دارم، کمکم کن. امانتی خودت رو به خودت سپردم. کبوتر سفید زخمی، حالت چطوره؟ خب فکر کنم بتونی دیگه پرواز کنی. برو آفرین، برو بالاتر. پرواز کردی و رفتی؟ خوش به حالت. ای کاش منم میتونستم پرواز کنم.
حسین، حسین آقا. سلام مادر. سلام پسرم، کجا میخوای بری؟ مدرسه. چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟ نه، دیشب با بابات صحبت کردم. درباره چی؟ بابات اجازه داد ثبت نام کنی. کجا؟ بسیج. متشکرم مامان، خیلی ممنون. به خدا هیچ وقت این لطف شما رو فراموش نمی کنم، هیچ وقت. اینم از این، حالا این یکی. حسین، حسین مژده بده، خاله اینا میخوان بیان. داداش حسین، داداش حسین، مامان گفت وقتی برگشتی نونم بگی. باشه، خدا حافظ زهرا. ای کاش میتونستم برای آخرین بار مادرمو ببینم. چرا وایسادی زل زدی به من؟ خب برو دیگه. چه خبره که دوباره ساک به دست شدی؟ خداحافظ پدر زحمت کشم، حلالم کن. مامانو که نتونستم ببینم. آها، کجایی؟ تو باغ نیستی؟ بله، با من بودین. کجا میری؟ ساک بستی؟ این چیزه، رفته بودم نون بخرم. بله، اونو که میبینم. منو ببخش. از کی تا حالا برای نون خریدن ساک و چمدون میبندن؟ بابا جون اجازه بده الان بهت میگم. بفرمایی. میخوام برم فوتبال. بابا زحمت میکشی خواستی بری خونه این نونم با خودت ببری؟ نه کار دارم، خودت ببر. به مادرت هم بگو من نهار میخورم. چشم. یادت نره بگی، منتظر نمونم. باشه. سلام، چی شده؟ دوباره رفت؟ بگو ببینم حسین کو؟ رفت. کجا؟ جنگ، تنها رفت. خدایا امانت تو به خودت سپردم. تا ترمینال دنبالش بودم، گفتم شاید کسی بیاد از رفتنش جلوگیری بکنه. منو دید، این نامه رو داد، گفت یه نونم بخرم براتون بیارم. مادر و پدر عزیزم، امیدوارم که منو ببخشین. انشالله وقتی اومدم تلافی میکنم. مادر خیلی دوست داشتم که دم رفتن فقط یه بار روی زیباتو ببینم، ولی نشد. پدر و مادر عزیز، شما برای من خیلی زحمت کشیدید. خدا مرا ببخشد که باعث ناراحتی و نگرانی شما شدم، ولی ندایی از جنوب غرب مرا صدا می‌کند، صدایی که به چشم عقل نمی‌توان صاحب آن را دید. صدای شلیک گلوله شنی تانک‌های دشمن و از همه مهمتر صدای قطره‌های خون خواهران و برادرانی که روی خاک می‌چکند. خدا به همراهت پسر. پسر نافرمان شما حسین. برادرها توجه داشته باشند، دشمن به بهانه‌های مختلف قصد تجاوز به میهن اسلامی ما رو داره. پس تکلیف ما اینه تا با وجود داشتن هر قانون مستقی از خاک میهن عزیزمون. بی‌معرفت، معلومه چی به سرت اومد؟ من بی‌معرفتم یا تو؟ نکردی یه تلفن بزنی یا نامه بنویسی؟ آخه تلفن به کی میزدم؟ نامه برای کی مینوشتم؟ آدرس داشتم یه شماره تلفن. ببینم اینجا چی کار میکنی؟ تو پشتیبانیم. جلو هم میری؟ هر وقت بخوان میرم. خب منم میخوام برم جلو. زیاد عجله نکن، قدم به قدم. فعلا بریم کمی آشنات کنم. با کی؟ با برای بچه ها. بیا حاجی جان، بچه ها رو مسلح کنی.
مگه اسلحه و مهمات به اندازه کافی داریم؟ راستش اندازه کافی که نه، خیلی کم داریم، ولی خب شروع کنید، ولی به همه ندین. اونا رو کی فرستاده؟ از تهران اومدن. اونا که سنشون خیلی کمه، مخصوصا اون یکی. اونی که کتونی سفید پوشیده؟ دیگه نمیشه جلوشونو گرفت. شروع بکنیم یا نه حاجی؟ آره، ولی فعلا به اونایی که همسن و سال این پسر هستن ندین. اول بزرگترها. باشه چشم. بفرمایید. بعدی. برادر چرا انقدر هول میزنی؟ کمتر بگیریم به ما هم برسه. برادر برو جلو، برادر بیا برو تای صف، یه دونه ایم صف. آقا جان چه خبرتونه بابا؟ نمیذارن آدم سهمشو بگیره. انبار خالی شد دیگه، برادر ها برن خونه هاشو. حسود هرگز نیست. بیشتر از جونت از این مواظبت کن. گلوله هارم بی خودی هرهون نکن. ای به چشم. بعدی. بله برادر، مگه نمیگم نفر بعدی بیاد جلو؟ مگه نمیبینین من سر صف هستم، نوبت منه. گفتن به شما ندیم. یعنی چی؟ کی گفته؟ برو برادر جان، وقت ما رو نگیر، خواهش میکنم. اسلحه همو بدین تا برم. نداریم، کمه، باید به کسایی بدیم که بتونن برن جلو و با دشمن بجنگن. خب منم میتونم برم، مگه من چیم از بقیه کمتره؟ سنت کمه برادر، گفتن اول بزرگتر رو مسلح کنیم بعد شما رو. تازه شما اصلا اجازه ندارین برین خط. برادر گرفتی بیا برو دیگه. اگه نمیدن سماجت نکن برادر، برو دیگه. اسلحه کمه، به همه نمیرسه. خدایا به تو توکل میکنم. مشکل پشت مشکل. نمیدونم میخوای منو امتحان کنی یا میخوای سر به سرم بذاری. به هر طرف میرم به دری میرسم که اون در برون بسته میشه. من شکست نمیخورم. خوب میدونی که توکلم فقط به خودته. تو اینجا چی کار میکنی؟ خدای شکرت که این هدیه رو برام فرستادی. چه بوی خوبی میدی، بوی خواهرم زهرا، بوی مادر. چقدر دلم براشون تنگ شده. نداریم، مگه من فرمانده نیستم؟ میگم تو نباید اسلحه داشته باشی. حرف شما کاملا درست، ولی من اسلحه میخوام. از تهران نیومدم اینجا که تو آشپزخونه کار کنم. اصلا شما تا همینجام که اومدین کار درستی نکردین. این حرفا دیگه برام کهنه شده. تو بچه ای، سنت کمه، قد خودت اندازه اسلحه نیست. من باید اسلحه داشته باشم. نمیشه، زیادم اصرار کنی میفرستم به تهران. نمیتونی. نمیتونم؟ نه. شاهین به گوش باش، حاجی شاهین از خط مقدم با شما کار داره. شاهین به گوشم. حاجی چی شد؟ قرار بود برامون نیرو بفرستین. شرمنده هم شاهین. بی پدرها به هیچ موجود زنده ای رحم نمی کنن. تا کجا پیش اومدن؟ خیلی نزدیک حاجی، به 500 متری ما رسیدن. شاهین جان مقاومت کنید تا فردا. نمیتونیم حاجی. نیرو رسیده، مسلح کردنشون وقت میگیره. هر طور شده سرگرمشون کنید. فقط تو رو خدا زودتر. تمام. عراقی ها نزدیک شده؟ تا کوچ عبدالله رسیدن. خدا بهشون رحم شما. یه پسر کم سن و سالو ندیدین؟ نه.
ببخشید آقا، شما حسین رو میشناسین؟ نه. برادرها ما در موقعیت خاصی هستیم. ما یه گروه از شماها رو انتخاب کردیم که پناه بگیرین. یه وارد شهر شدن، یکیشون داره میاد. آماده برای شلیک. شلیک نکنید، شلیک نکنید، شلیک نکنید، خودیه. بگو ببینم این سلاح ها رو بی اجازه برداشتی پسر؟ اینا رو از عراقی ها گرفتم. رفته از سنگر عراقی ها اسلحه کش رفت. میگم عجب شجاعتی داره، خیلی کارش درسته. چطوری رفته اونجا؟ حسین حالت خوبه؟ ببریدش به استراحت احتیاج داره. برادرها سریعتر کمک کنید ببریدش آسایشگاه. آره کمک. برادرا همونطور که میدونید ما از موقعیت دشمن در این منطقه هیچ خبری نداریم و اطلاعاتمون خیلی کمه. درست اینجا. فرمانده، برای شناسایی منطقه چه کسی رو فرستادین؟ اینجا کاملا ناشناخته و ناامنه. جاسم و بچه‌هاش دارن رو اون منطقه کار میکنن که البته در محاصرن. یعنی میخوایم بگین گروه ما کم تجربه بود که نفرستادین اونجا؟ در هر صورت باید گوش به فرمان موافق بود. اگه چیزی تو منطقه خودمون گیرمون افتاد میتونیم بیاریم؟ چیزایی که جلوی سرعتتون رو نگیره مانعی نداره. تانکو از این چیزا دیگه. موفق باشین، البته خودتون مهمترین. قول میدم براتون بیارم. احتیاجی نیست چیزی رو ثابت کنید، ولی لازمه. یا علی برادر. یا علی. یا علی.
من برم. نه سب کن، هنوز خبری نیست. واسه این جعفر شما مامان باشید. این قوطی رنگه؟ آره. میخوای شعار بنویسی؟ نه میخوام تانک شکار کنم. با این قوطی رنگ چطوری؟ الان میبینی. محسن جان هوامو داشته باش. برو پشتم. التخيل 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 يا پایین اینقدر حرف نزن. التخيل 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 قادر جان تو با حسین این سربازا رو با تانک ببرین یه جایی برسونین، بعدم سری خودتون رو برسونین همینجا. اطاعت فرمانده. را بیاف یا اخی، شانس آوردین که اسیر شدین. روح قادر من رفتم، تو هم بیا. حسین بیا سواشو با هم بریم. خب بیا دیگه، بیا سواشو با هم بریم. نه بابا یه کمی پیاده روی بد نیست. مواظب هستی که خیالت راحت باشه. ببینم ماجرا چیه برادر؟ سلام، چیز مهمی نیست. تو از بچه های کدوم دسته ای؟ دسته ی برادر محسن. شما ها کی هستین؟ آها، غلام مرتضی علی جاسم. برادر جاسم شمایی؟ چطور مگه؟ شما تو محاصره بودین و نیرو میخواستین؟ تو از کجا میدونی؟ این اطلاعات محرمانه است. ببینم چطور محاصره رو شکستین؟ نه الان جاشه که برات تعریف کنم، نه وقتشو دارم. ببینم میتونی اینا رو ببری عقب یا یکی از بچه‌ها رو باید بفرستم بیا. میتونم، شما برین. دست از پا خطا کنن میفرستمشون اون دنیا. خیلی خوب، را بیافتین بچه‌ها که خیلی کار داری. مواظب خودت باش. راستی برادر جاسم، چیه؟ کمک میخوای؟ نه نه، میخواستم بگم توی گروهتون نیرو کم و کسر ندارین؟ تا کی باشه؟ خب حالا که نشد جواب. گروه ما یه گروه معمولی نیست، خیلی ها اومدن ولی همینا دوام آوردن و موندگار شدن. منم میتونم دوام بیارم. اون یه نفر تویی؟ بله. اسمت چیه؟ محمد حسین فهمیده. فهمیده تویی؟ با اجازتون. تو بودی که رفتی از عراقی ها 6 تا کلاش غنیمت آوردی؟ نه بابا، اغراق کردن. راجبت فکر میکنم. بریم بچه ها. یا اخی حرکت کنید، را بیافتی. الدخیل. باشه بابا فهمیدم، را بیافتی. گروه گشت شناسایی برادر جاسم. اگه سعید بفهمه. Yeah!
سلام حاجی. سلام فرمانده. سلام علیکم. گردان هشتم عراق از طرف غرب داره نزدیک میشه. گردان نهمشون هم از جنوب وارد شده. به دو گروه تقسیم بشید. خوب گوش کنید چی میگم. موقعیت اضطراریه. دشمن داره شهر رو تصرف میکنه. برامون نیرو و مهمات بفرستین. نیروها تو راهن. یکم تحمل کنین. پس این نیروها کی میرسن؟ وقتی همه رو قتل عام کردن یا وقتی تو شهر جشن گرفتن؟ دنبال دوستت هستی؟ سلام مادر، شما چرا اینجا این؟ همه رفتن؟ کجا برم؟ اینجا خونه منه. عراقی ها دارن میان. قصه نخور، ایران ما ایرانه. خیلی ها اومدن اما نتونستن. مادر، اجازه بدین کمکتون کنم. اینجا موندن خطرناکه. پدر و مادرم تو قبرستون این شهر خوابیدن. میدونی دوستات از کدوم نه. طرف رفتن؟ ولی پیداشون میکنم. از اون طرف رفتن پسرم. خیلی ممنون. خدا نگهدار مادر. خیلی وقته که هواپیماها برای بمبارون نیومدن. این نشونه خوبی نیست. یعنی اگه بمبارون میکردن بهتر بود؟ بله، حالا که بمبارون نمیکنن معنیش اینه که عراقی ها وارد شهر شدن. برو عقب. نمیتونم. تو برو، من سرشونو گرم میکنم. برو، بلند شو، برو پسر، وقت رو تلف نکن. تو برو، من هستم. برو. من نمیرم، میخوام پیش تو بمونم. بهت میگم برو، بچه ها بیشتر به تو احتیاج دارم. برو. کمکم کن.
بچه ها به چی نگاه میکنین؟ را بیافتین دیر میشه. یعنی قادر همونجا بمونه؟ نه شماها برین من میام. چی کار میخوای بکنی؟ بیا بریم. باید بیارمش، نمیشه اونجا بمونه. را بیافتین نمیتونیم اینجا صبر کنیم. شماها برین من قادر با خودم میارم. من میمونم با هم میریم حسین. خیلی خب ما بریم تای اون کوچه، شما زود به ما ملحق باشین. عجله کن الان فشنگم تموم میشه. تانکای عراقی دارن شهر رو با خاک یکسان میکنن. پس کنی نیروهایی که میخواستیم بفرستیم. حسین جان چی شد؟ صدای منو میشنوی محسن؟ بیا بریم حسین، اینجا شناسایی شده. لعنتی نابود نمیشه، اگه از این پل عبور کنه کار بچه های جاسم تمومه، قیچیشون میکنن. من نمیذارم، خیالت راحت باشه. زود باش جعفر، نارنجکاتو بده من. با همینا جلوش میگیره. به بچه ها سلام برسون، اگه زنده موندی از طرف من از پدر و مادر و زهرا حلالیت بطلب. چی کار میخوای بکنی؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. رهبر ما آن طفل 13 ساله است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها قلم و زبان ما بزرگتر است، با نارنجک خود را به زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.
باورت نمیشه. یعنی من